این همه داری می نویسی؟ دیگه فکر کنم تموم شد. یه تاکسی بار میخواد اونا رو بکشونه اینجا. توش با. خب میگم که میخوام قرمه سبزی درست کنم. خب میدونی زری جون عاشق قرمه سبزیه، فقط نمیدونم توی قرمه سبزی مرغ بریزم یا بادمجون، اینو نمیدونم. شاین جون من اصلا میگم بی خیال مهمونی، بابا تو این گرونی تو حوصله داری بخری منفرد بیاد اینجا بشینه بخوره؟ حرفا میزنی هوشن؟ ده دفعه این منفرد هی گفته میخوام بیام دیدن خواهرتون، بعد مهمونی بدین، میخوام بیام خونهتون. نمیشه که، اما فقط یه مهمونی خیلی جمع و جور، اصلا قصد ندارم شلوغش بکنم. یه مهمونی در حد منفرد و خواهرم و من و مینا و نیما، پنج نفر کافیه، کاملا کافیه. همین پنج نفر؟ آره دیگه، فقط همین پنج نفر؟ آه چطور؟ کسی رو جان انداختی؟ آ سعید و مریم رو میگی؟ آقا دلیل نداره ما هر وقت مهمونی میگیریم اونا رو دعوت کنیم. نه شاین انگار غیر از سعید و مریم یکی دیگه از قلم افتاده. سب کن ببینم، منفرد، خواهرم، من، مینا، نیما، پنج نفریم دیگه. ولی انگار یکی جا انداختی، یکی نفر رو جا انداختی. نه دیگه درسته بابا، پنج نفر. نه پنج نفر. یه نظر به روبروت بنداز. روبروت اونجاست؟ خب آخه من اینجا رو داشتم نگاه میکردم، تو گفتی آخه اینجا رو نگاه کردی نفهمیدی این یه نفر که جا افتاده کیه؟ کیه؟ منم دیگه، منو جا انداختی. من اصلا به چشمت نمیام شاین، منو نمیبینی. بگی میخواستم زیاد شلوغ نشی. همیشه اینجوری بودا، تو هیچ وقت منو ندیدی. بابا ببخشی، بابا معذرت، حالا گفتم شلوغ نشه، گفتم جمجور باشه خودمونی باشه سرتش. یعنی منو دیده بودی؟ آه حالا باشید ببخشید یادم رفت. خواهش میکنم لطف کرد. حالا عوضش تو هم پاشو این لیستی که من تهیه کردم همه رو بخر که هوشنگ هزار تا کار دارم. بخر بیا. آقا قوم شکلون برم از شما دیگه بعیدت، آخه خجالت. اصلا این کار خجالت ندارد که خجالت میکن. از بچگی اینطوری بود، من والده بچه های خودم خودم نتونستم برم خواستگاری که 70 رنگ میشد و عموشون گفتم اون رفت خواستگاری. امروز هم اگه تو اینجا بودی یه 4 کلم حرف میزدی با این زری خانم چقدر خوب میشد. میدونی چیه؟ من وقتی میبینمش باش حرف میخوام بزنم گوشام سرخ میشه، قلبم به طلب طلب میفته، کف دستم عرق میکنه، پهلوم خارشک میفته، قلقلکم میاد. 20 سالگی هم همین حالت داشتم، الان هم همین حالت. عجب عجیبه برم، عجیب عجیب. ای آقا اصلا به من مربوطی؟ اصلا به من چه دخالت کنم آخه؟ آخ اگه یکی پیدا میشد 4 کلم با این زری خانم حرف زد، یه بله ناقابل میخوام میگرفت، هر چی میخواست بهشش میداد. آقا هر چی؟ هر چی هر چی هر چی. ولی نمیدونم، ولی میدونین هر چی فکرش میکنم حالا میبینم انسونیت نیست من توی موقعیت شما رو تنه بذارم، دلم راضی نمیشه. باش میام. ولی آقا ببینم شما تالا تحقیق کردن ببینین این زری خانم هم از شما خوشش میاد یا نه؟ ها؟ از اون حرفا میزنی؟ شو؟ من اگه مطمئن نبودم خوشش میاد که پا جلو نمیذاشتم. یه منفرد میگه 1000 تا از لب و لو چشم میریزه پای. عجب. ببینم تالا حرفی هم به شما زده؟ نه ولی از اشاراتش میفهم. اشاراته؟ یعنی چی کام کنه؟ من که میبینمش تا با شرف میزنم اخم میکنه. اخم میکنه؟ خب اخم میکنه دیگه، این اخم کردن که اخم میکنه. نفهم خواستشو زیر ماسک اخم قایم میکنه. من نفهمم اون وقت من میفهم. میفهم چون من میفهمی چون من میفهمی ای ناخلیه. البته حقم داره دا، میدونی چرا؟ تا
چشمه یه دور ادم اصلیه، اگه یه ذره به دورو بدن و بی ظرفیت بازی تریه مردشه اون لنگ تو برن که همین تو از گیلیم ده میندازی بیرون. یعنی چی؟ نمیشه؟ برای چی نمیشه؟ همین الان که تو همین فاصله زنگ زدین دو نفر دیگه رو دعوت کردین؟ اه خب مسئله نیست ناسه جو، خب اونا هم بیا ما هم میان. برای چی جا نمیشه؟ من خونتون چند متره؟ ها نه من بونگایی نیستم، نه همینجوری گفتم، خب ما که جا زیاد نمیگیریم. خیلی خوب، خیلی خوب بابا، ببخشید. سلام برسون، خداحافظ. نامت چی گفت؟ چی شد؟ چی گفت؟ نه هیچی دیگه، ببین من اصلا فکر کردم اصلا ببین من اصلا از این ناصر خوشم نمیاد، ولش کن، هرچی اصرار کرد گفتم نه نمیاد، نظرم عوض شد. سعی تو فهمیدم چی شد دیگه، میگم چی گفت؟ از کجا فهمیدی؟ فهمیدم دیگه. بله میگه که تو همین فاصله شما گفتین نمیای، ما زنگ زدیم دو نفر دیگر رو دعوت کردیم دیگه جا نمیشه. ولی مریم فکر کنم بهشون برخورده. نه حالا اصلا اون که مهم نیستش که کالش اینا رو بگو، حالا همه دور هم دیگه جمعن. من پدرشون رو در میارم. پدر کیو بیارم؟ همین ناصر اینا رو. کالش اینا رو نمیگی؟ همشون دور هم جمعن، ما این دو تنها موندیم. نه خب مرگم شاید یادشون رفته. خب اما حرفا باز زدی سعیدا، از اون حرفا زدی ها. چه حرفی؟ اینگاه توی خونه چند نفری، حالا این یکی اون یکی یادش بره، یادشون رفته. مسئله نیست، مهمونی دارن سرشون شلوغه، به بر و به خر و بیار و به شور و به سار. اوه میدونین چقدر مهمونی کار داره، خب یادشون رفته. الان مسئله این، من میرم باشون صحبت میکنم، کاری نداره. منت کشی نکنی سعیدا. منت کشی چیه؟ میخوام برم یاداوری کنم بهشون. خب شما اجازه بده. ای به به، سلام عمو، شای حالت خوبه؟ به 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 سعید خان چطوری؟ سعید جون خیلی ممنون، ما هم خوبیم. خوب. میگم چه خبر؟ مثل که یه خبرایی امشب، مهمونیه؟ آره گفتیم دوره هم باشیم. خب بهتره. چه اشکال داره، خیلی هم خوبه، به سلامتی. همه رو دعوت کردین نه؟ بله همه رو به غیر از شما. چرا؟ خب چون دلمون نمیخواست. خب برای چی آخه؟ برای چی نداره؟ دوست نداشتیم شما رو دعوت کنیم. ایوه خیلی خوش میکنم. سلام سلام سلام، حال شما چطوره؟ بفرمایید. نیما آخه بمیرم، شنگ جون اینا رو دعوت نکرده، مهمونی دعوت ندارم. آخه حالا اشکال نداره، اصلا دلخور نشو، ما به جای شما خوش میگذرونیم، میکیفونیم، خیلی خوش و تفریح. نیما بچه هست نشو، خب اینجوری که میگه عقده‌ای تر میشن دیگه. نه عقده‌ای تر؟ من عقده‌ای هستیم. بازون راحت باشه. نه نه چرا پدر جان، من خواهش میکنم از شما، درست حد کردیم، گفتن حقیقت تلخه اما شنیدنش که خوبه، طعم شیرینی داره. میخواد بزن بگو من تو بگو میدم. بله عقده ای تر هست. آره. ببخشید چون اصرار کردی نگفتم، وگرنه من که بی ادبی نمیکردم خدمتتون. بله چه اصراری، من اصلا اصراری نکردم. نکردی؟ نگفتم ظرفیت نداره. بفرمایید باشه. من فوق العاده از آدمای بی ظرفیت متنفر و متزجرم. برو مینا. ببخشید ببخشید، به مریم سلام برسونید. وای ببخشید عموشن، یه لحظه معذرت میخوام. من میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ نه بس اشکال نره، من الان میرم مریم رو برمیدارم میایم خدمت. سعید جون شرمندم، خالت تعداد آدم رو شمرده و به تعداد شام درست کرده. مسئله نیست، ما دو نفر آدم که غذایی نمیخوریم که. چرا اتفاقا مسئله است، چون نیم نفرم که باشید نمیشه. ای بابا سلام حاج، سلام علیکم، مهمون اومد. سلام سلام علیکم خان گل. جناب منفرد خیلی خوش اومدید. حسین جان عذر میخوام ازت. بفهم چی شده؟ من راه افتادم بیام اینجا. خب یهو دیدم این قندی تناس. بله بله چیکار کنم چیکار نکنم، گفتم بیا بریم.
من اوشن نداریم خود نوشن خونه من. آقای منفرد خیلی کار خوبی کردید. قدم آقای خندی هم بشت نگفتم. خیلی ممنون آقا. وقت اینجا مزاحم شدید. آقا مراحم شدید. بفرمایید آقای. آقا سعید شما چرا وایسادید؟ بفرمایید شما. شما بفرمایید منم بعد میام خدمت. نه ایشون یه خورده چرت و پرت میگن، ایشون رو دعوت نکردیم. بفرمایید. باریکلا. خوب کردی. هر چی تعداد کمتر بهتر. قرن قرن صرف جویی. نه بینا آقای منفرد ناراحت میشه خدای نکرده آقا سعید عقده ای تر میشه دارم. بفرمید خیلی خوش اومد. ببخشید بفرمید. ببخشید هم اوشنگ معذرت میخوام، من برای آخرین بار میخواستم بپرسم بالاخره من و مریم امشب بیایم یا نه. نه دیگه. خب به درک. دیگه چیه؟ ببخشیدم اوشنگ، من فقط اومدم توضیح بدم یه موقع سوء تفاهم نشه، من گفتم به درک با شما نبودم ها، همینجوری گفتم به درک. بعدم یه بار دیگه میخواستم برای آخرین بار ازتون بپرسم بالاخره من و مریم امشب بیایم یا نه. نه دیگه. میخواین یه بار دیگه هم برای آخرین بار بپرسم؟ این دفعه دیگه وقته یای بدبخت. چی گفتی؟ نه همینجوری یه بار دیگه برای آخرین بار از خودم پرسیدم که بالاخره ما امشب بریم یا نه. والا راستش رو بخواهی این آقای منفرد هیچ چند وقت است به من میگه که قندی من دلم میخواد برم خونه هوشنگ خان و شهین خان. من همینجور مونده بودم خدای برای چی آخه میخواد، ولی حالا جمال شما رو که دیدم دوزاریم افتاد برای چی. بله متوجه منظورتون نشدم. میخواد صبر کنید یواش یواش متوجه میشه. آقا میخواد یکتا راه نماییشون کنین آخه سخته. خوب دقت کنین یه بار بیشتر نمیگم. بله بفرمایید. من بعد از خدا رحمت کنه فوت مرحوم همسرم خیلی تنها شدم. بله یعنی منظورش اینه که خیلی به مامانم علاقه داشتن آقا جونم. نه منظور من از تنهاییش بیشتر بود، رو اون دقت کنه. وای اون وحشتناک آقای نه وحشتناک نبود، هر گلی برای خودش یه بوی داره. منظور ما تنهایی بود دیگه. آه من فکر کردم همسر منه میفهمید. به هر حال همینی که هست دیگه، هر کاری شما بگید، هر دستوری شما بگید من انجام میدم. بله من. بله شما دیگه. پس کی؟ خود شما. من؟ بله. اولالا چرا من؟ خودتونو به من را نزنید. روشن یه دفعه ببخشی پشو یه با داری ببینم بخور اینم بخور بعد نه نه من نه خیار خورنم خوشنگ دستت درد نکنه واقعا. چرا؟ من اصلا از تو توقع نداشتم. ای بابا چیه؟ چی شده مگه؟ نمیدونی آقای منفرد داره چی کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ داره جلو جمع از خواهر من خواستگاری میکنه. ای بابا خوشنگ خواستگاری جلو بقیه است دیگه، تنهایی که نمیتونه بره خواستگاری. هیچ میفهمی داری چی میگی؟ یعنی آقای منفرد میشه با جناقت؟ اوه چه غلط ها، مگه من میذارم؟ من بمیرم هم نمیذارم. میدونی شنگ تو هم همین الان برو شامو زود راستی ریس بکن، توجه میکنی شامو که خوردم من میندازم ایشون بیرون. خیلی خوب حاصل الان میکشم. زود باش. کم ببینا حتی قندی رو هم دعوت کردن و وقت ما رو دعوت نکردن. حالا چیه مگه ناراحتی داره؟ اصلا حالا مهمونی چیه؟ این همه آدم حالا مهمونی میره، یه مهمونی هم خب آدم نمیره مگه چی میشه؟ تازه مگه ما عقده بدبختیم نیستیم که اوه حالا این همه آدم؟ من این مهمونی هستم آدم که ندید ندید نیست که مهم است. صبر کن من هم میدونم باش چیکار کنم. صبر کن آره اصلا بهش فکر نکن، اصلا مگه میدونی چیه؟
دست درد نکنه شهین، ولی آخه چقدر غذا زیاد درست کرده بودی. راستش من فهمی کردم کمم میاد، شما خیلی کم غذایی. منی که میدونی من خیلی کم غذام، دلم اندازه یه گنجیشکه. وای ناز بشه لای گنجیشکه. یادم باشه امشب برم هرچی گربه تو محله بکشم، یه وقت چش زخمی به گنجیشکه فامیل نزنه. آقای منفره، شما لازم نیست زحمت بکشید، من خودم وقتی گربه این طرفا پیداش بشه که به گنجیش که خواهر زنم چپ نگاه کنه ها، قلمه پاش خود میکنه. البته گربه داریم تا گربه، و بعض این گربه خیلی ملوسی هم. اتفاقا من عاشق این گربه های ملوسی هم که موهاشون بلنده جوری. یعنی بلندتر از موه آقای منفره؟ بله بله، دو برابر موهای آقای منفرد. خب پس خاله جان، شما مطمئن باشید آقای منفرد از این به بعد دیگه پاشونه لب سلمونی نمیذاره. آقا جون، من از بچگی به پرنده علاقه خاصی داشتن، مخصوصا به گنجیشگاه که خیلی. بله، شما چطور بچگی آقا جونت یادته؟ خب نگاه کنی معلومه دیگه. ببخشید آقای منفرد، شما سیر نشدی؟ والا انقدر این غذا خوشمزه است و دست پخت خوبه که آدم به این زودی سیر نمیشه. بله. آقای منفرد دیگه بسته، باشید. من که به شما میخوام بگم دیگه نخورید، چون میترسم اگه زیاد بخورید رودل میکنید. من اگه تکون بخورم اشتهام زیاد میشه، بذار بشینم سرش. نه من میگم پاشو، برای این که کور خوندی، میترسم این اشتها کار دست من بده. بابا هوشنگ، شوخی شوخی دارین آقا جونمو بیرون میکنین ها؟ بله، من خودم وقتی یه گربه وحشی اینجوری پیداش بشه که راست راست همینجوری بشینه به چشمای پرنده بی گناه نگاه کنه، من ناراحت میشم. بس شما درد نکنه دیگه، حالا آقا جون من شدن وحشی؟ نه چرا، این حرفا چی، چرا چی به خودت میگیری؟ اصلا آقای منفرد مگه گربن ها؟ نه بابا، آقای منفرد طفله کجاش مثل گربه است؟ گربه ها به اون نازی مامانی. نه اصلا آقای منفرد شبیه گربه نیست. آقای منفرد شما هیچی نمیخوای بگو؟ میو پیشته میو پیشته میو میو پیشته میو میو افتاده. نیما خب یه چیزی بگو دیگه، ببین دارن آقا جونمو بیرون میکنن. راست میگه دیگه پدر جان، عزیز من، آدم مهمونه که اینجوری از خونش بیرون نمیکنه، زشته. نیما نیما تو فضولی نکن، بابات خودش میدونه داره چیکار میکنه. خب مگه چی شده؟ تو نفهمیدی چی؟ نه. خب بس که آخه خنگی، بناش بیرسه. حالا خیلی مونده تا بفهمی. چی شده مادر؟ تو مگه خنگی؟ چرا؟ مگه نمیفهمی آقای منفرد میخواد با خالت؟ خالت چی آخه؟ آقای منفرد چی؟ میخواد با خالت ازدواج کنه. آقای منفرد؟ با خاله من؟ مگه میتونه؟ مگه جنازه من رد چه؟ پاشو آقای منفرد، پاشو بذار بشینم. پاشو کجا میخواد بیام اینجا؟ دست آقای منفرد لطفاً بد کنید. آقای منفرد چند از تشریف بیاریم، من باتون کار دارم. چه؟ چند از تشریف بیاریم بیرون. شوخی میکنی یا جدی میگی؟ مگه من با شما شوخی دارم؟ بفرمی خواهش میکنم، خواهشم میکنم کسی دیگه با ما نیاد بیرون، ما رو با هم تنها بزنیم. بفرمایید. تنهای تنها؟ بله. مگه میخوای چیکار کنی؟ نمیتونم بهتون بگم. بفرمایید، فقط خواهش میکنم کسی دیگه بیرون نیاد، ما رو با هم تنها بزنیم. بفرمایید. تنها تنها؟ بله. مگه میخوای چیکار کنی؟ گفتم که نمیتونم بهتون بگم، فقط ما رو با هم تنها بذارید، خواهشم میکنم کسی بیرون نیاد، ما رو با هم تنها بذارید. بفرمایید. خب من تکرار نکن. بریم ببینم چی میخوای بگی. بفرمایید. ببخشید آقای منفرد، جناب عالی منظورتون چیه که اینجوری به خاله ما نگاه میکنی باش تیک میزنی؟ به تو چه؟ به من چه؟ خب من خیلی لب داره، خاله منه. باشه،
حیبی داره من اومدم خواستگاری؟ یا میگه آره یا میگه نه؟ چی میگه آره؟ شکره اومدی خواستگاری با بزرگتر؟ برای آقا شما لطفا بذاریم ما رو تنها بذاریم. خواهش میگم بفرمایید. ببینم تنهای تنها؟ بله تنها. خیلی خوب ما میریم شما راحت باشید. شما خجالت نمیکشید؟ منظور چی آخه ما بدونیم؟ چرا خجالت بکشم؟ مگه عیبی داره اومدم خواستگاری من؟ با این سن و سالت میخوای ازدواج بکنی؟ چشه؟ تو برو سر جا. آخه من رو تنها بذارید با این آقای منفرد تا من خودم به حسابش میرسم نشونت میدم. نشونت میدم. شما خجالت میکشید؟ نفهمیدم من چه کردم شما تروسه من گارد بسید همه نمیخواین اذیت کنیم؟ من کاری نکردم. من دو تا دختر دارم. خب از اولش آرزون بوده یه پسرم داشتم که یه بلای سر من اومد اون سایبونی باشه برای اینا مراقب این دختر. نمیرم حالا دارم با آرزون میرسم. آخه شما چقدر فکر ما این آقا جون قربونتون برم. وا ببخشین یعنی شما میخواید بچه دارم بشین؟ تو مگه عیبی داره؟ آقای منفرد ببخشید شما الان باید خجالت بکشید. آخه چرا؟ عزیز من از من و شما گذشته الان وقت نوه‌دار شدن ماست. خیلی خوب شما دلت نمیخواست الان یه بچه داشتی؟ من دارم همینجا جلو جمع میگم من اگه خدای نکرده بچه دار بشم همینجا دراز به دراز خودم میکشم. ای بابا آخه برای چی؟ برای اینکه جلو در همسایه ما آبرو داریم حیثیت داریم. بابا هوشنگ بچه دار شدن که بد نیست. خیلی خوبه که آخه آدم یعنی چی بد نیست؟ هم شلو قشنگی بد نیست مد نیست. مگه تو این سن و سال پدرم خود میدم بچه دار بشه خودمو میکشم دق میکنم. خب راست میگه میگه هر کاری یه سن و سالی داره. یعنی میفهمین که من این دوتا دختر بی سرپرست ول کنم برم. آقا تو رو خدا اینجوری حرف نزنی دیگه ای با آتیش میگیره. اینجوری حرف نزنی شما به خود دو دیگاه نکنی چه گربه. الان توی جامعه گرگ زیاد شده. گرگ هوشنگ خانم درست میگن؟ چرا اینا رو از من میپرسی؟ خب شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خودت بین گرگای دیگه بیشتر از ما وسط گرگای. الان خودت یه پای گرگ شده برای خودت. ببخشید اما موضوع حرف زدنت باشه آقا قدی باشه. آی دلم چی شد؟ چی شد؟ دلم چی کشید؟ نکنه غذای مسموم به شما داده باشه. معذرت بخوام شما موضوع به حرف زدنت باشه آقای منفرد. چی شد؟ چی؟ دلم مگه تیر میکشه؟ قلب تیر میکشه؟ اون کارو نکن سعید زشته. سعید بعده بیا بشین. سعید بر نکن. بله ها نه میگم یه دقیقه صحبت نکنین لطفا. سعید میگم ما عقده یه بدبخت نیستیم. گوشتو نه لای صدای چی هستش الان میاد؟ مهموناشون دارن تشریف میبرن. لای ببینم یعنی خالت یه ذره مراعات روحیه تو رو هم نمی کنه. حالا من هیچی خیلی ناراحتی دعوتت نکردن ها؟ نه خیلی من اصلا این خیالم هم نیست. من حالا صبر کن خودم میدونم چی کار کنم باش. من که اصلا ناراحت نیستم ولی ها یعنی چه یه هنوز بابا من حسنم سرم بس که اینجا نشستم. شما همه اومدیم بیرون چی کار کنیم؟ زری خانم چیزه؟ الان ملاحظه بکن الان دیگه دیر وقته. این آقایین زحمتکش هم امشب خیلی به ما زحمت دادن. تردام که کار داریم اینی که دیگه اینا نمیخوان مزاحم ما بشن دارن میرن خونه هاشون. شما ناراحت نباشی. شما یه دندون سر جگر بذارین چشم به هم بزنین من رفتم و برگشتم. بله راست میگن. شما یکم باید تحمل کنین. از قدیم گفتن صبر و ظفر یاران قدیمن. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بله ظفر نزدیک میدم. شعر قشنگی بود ولی منظور چیه؟ میرم بله چی؟ بیشته بیا 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 یعنی بازم میام. خداحافظ آقا جون. بایی فکر کنم این دلدرد داره منو میکشه. ای بابا میخوای ببرم بیمارستان؟ نه چای نبات بخورم خوبه. آره چای نبات عالیه. نبات دارید؟ نبات واسه هر دلدردی خوبه. چای تبتی بخور. آره بری کرد بهتادم. آره چای تبتی که مغز اعصابم خوبه. قربونت برم چقدر به زحمت داشتی. خواهش میکنم زحمت کشیدی. خواهش میکنم خدا زیاد کنه. میگم شاهین ببین چقدر شام اضافه اومد.
اینجا رو. خب دیگه بس که اعصاب همه خورد بود، هیچ کی نتونه شام بخوره. یعنی کاش سعید و مریم هم دعوت می‌کردی. دلیل نداره که هر وقت آدم مهمونی داره اونا رو هم دعوت کنه که. آخه اصلیه که دیدمش ها، نگاش کردم دلم به حالش سوخت. بی خود لوس شده این سعید. چی شد؟ چی شد شاهین؟ نمیدونم چرا منم دلم درد گرفته. ای بابا تعو دارم. ببینم خدا نکنه یه موقع ببینم شما مظلوم نشده باشی. نه بابا نگران نباش، طوریم نشده. طوری نشده؟ نه. من که نگران تو نیستم، من نگران خودمم شاهین. خدایی نکرده اگه من مظلوم بشم چی میشم؟ اوه دیگه بلند نمیشم، همدی میخوام دراز به دراز. آخه من که میدونی من که قوه تو و مینا رو که ندارم. من اگه مظلوم بشم شاهین اینو شکر منو همجوری داره باد میکنه اینجا رو. ای خدا نکنه من مظلوم بشم. ای دردم تو داره میاد بالا شاهین. منو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. ببینم. ببین خدایا طوریم نشه، به این زن اقلن رحم کن. بی کسی کن. خب تلوس نکن دیگه، زود باش ظرفا رو باید بشوری، زود باش. بیام شاهین بیایی دم آخری بذار با خاطره خوب از این دنیا بریم. خب بیا این ظرفا رو بردار، بیا خودت برده ببر. برای همین دارم بهت میگم من میذارم اونجا خودت بشور، چون دم آخریه گفتم یه خاطره خوش بر من و خودت بذار بشور. سعید جان نمیخوای بخوابی تو؟ چرا میخوام بخوابم ولی آخه خوابم نهی برای مرگم، اعصابم خورده. نه فکر کنی به خاطر مهمونی ها، نه دارم فکر میکنم که یعنی قندی از ما به خاله نزدیکتره که اونو دعوت کردن اون وقت ما رو دعوت نکردن. انصافه؟ نه ولی سعید به نظر من تو اصلا نباید بشینی اینجا خودتو بخوری که هی به جای اینکه بشینی با خودت حرف بزنی کلافه باشی، پاش برو بریز بیرون اینا رو. بریزن بیرون؟ خودشون رفتن که. سعید جان مهمونا رو نمیگم، این حرفایی که تو دلت قلمبه شده میگم. تو تا وقتی که اینا رو نریزی بیرون روحیت رو به دست نمیاری، اعصابت آروم نمیشه، نمیتونی بخوابی. بریزم بیرون؟ بریز بیرون. من جای تو بودم و میرفتم با شهامت در خونه خالم اینا رو میزدم، گفتم خاله بیا بیرون، بعد تمام حرفام میریختم بیرون. نه راست میگی، بس بعد بریزم بیرون وگرنه حالم خوب نمیشه. آره بعد بعدن که ریختی بیرون بیا بر منم تعریف کن. خب الان میرم میریزم بیرون. سم برو یواش بریزی بیرون ها. خب سلام. سلام سعید جون، خاله جون چطوری؟ چرا امشب نیومدین شام خونه ما؟ چقدر منتظرتون بودیم ما. خب دعوت نکردین، دعوت میکردین میومدین. چطور دعوت نکردین؟ مگه هوشنگ فرستادم از خونتون دعوتتون کرد خاله جون؟ هوشنگ خان؟ خب آره هوشنگ خان نه تنها نیومدن ما رو دعوت کنن، بلکه ما خودمون هم میخواستیم بیاین جلومون رو گرفتن. نه بابا نه، نمیشه همچی چیزی. هوشنگ؟ بله. هوشنگ؟ هوشنگ؟ هوشنگ بیا ببینم چیه؟ چی شده؟ مگه من نگفتم برو بالا بچه‌ها رو دعوت کن، سعید جون و مریم جون دعوت کن بگو بیان شام خونه ما. چرا نرفتی بهشون بگی؟ چی؟ چی؟ تو چشمای من نگاه می‌کنی میگی چی؟ 10 بار من بهت نگفتم میری بالا، میری بالا، برو خونه سعیدینا دعوتشون کن بگو شام بیا خونه ما. حالا به من میگی سعید جون فقط تو ببین من چقدر غذا درست کردم. همش اضافه اومد چون شما نیومدین فقط. بله. ولی شاهین تو خودت گفتی بهش نگم ها. اصلا من موندم، اصلا من موندم خاله جون. حیرت آخه مشکل ما چیه؟ چه مشکلی شما با ما داری؟ همینو بگو. منم واقعا اصلا حیرت کردم. البته میدونی میدونم علتش چیه، برای اینکه هوشنگ را میره به من میگه که این سعید خواهرزادت خیلی بدجنسه، خیلی هم آبزیر کاس، بعد پر رو هم هست، منم اصلا هیچ خوشم نمیدازه. هوشنگ همش همین هموشنگ میگه عجب روی عجب روی. حالا که اینطور شد اصلا، حالا که اینطور شد از همین لحظه به بعد یه فصل جدید در روابط ما گشوده شد.
تمام شدم. بله. تو چرا اینقدر ساده ای؟ حرفای خالتو قبول میکنی؟ بله. باور میکنی؟ بله. چرا قبول نکنه؟ برای چی باور نکنه ها؟ میخوای این فصل جدید که تازه گشوده شده رو ببندی؟ نخیر دیگه، همه تو رو شناختن. دستت برای همه روی ندید قندی وایساد اینجا گفت تو گرگیلا بودی، چیزی میدونست که گفتی که نه؟ حالا که اینطور شد من خودم میدونم چیکار کنم خاله جون، خودم میدونم. نه تو چرا این کارو بکنی؟ من خودم هوشنگو تنبیه میکنم. ببینم زدی به سرت، چی داشتی میگفتی؟ هیچی هوشنگ بابا، من خالشم، اگه از دست من ناراحت بشه گناه داره، ولی تو شوهر خالشی، حالا ناراحتم که شد شد دیگه. ای زبل، تو اصلا معلوم از چی داری میگی؟ هوشنگ چی میگی؟ خودت به من توجه کن، دارم از دل درد به خودم میپیچم، تو اصلا توجهی نداری. تو واقعا دلت درد میکنه؟ آره بابا، فکر کنم مسموم شدم هوشنگ. خب اگه مسموم شدی برو لباساتو بپوش ببرم دکتر دیگه. آره. برو. احتمال مسمومیت زیاده، ولی برای اینکه مطمئن بشیم یه چند تا آزمایش می‌نویسم که یه چکاپم شده باشید. دستتون درد نکنه. بله. یه سری آزمایش براتون می‌نویسم، جوابش رو زود برام بیارید. چشم. حتما. بفرمایید آقای دکتر، آزمایش دادین، جوابش هم اورژانسی گرفتین. ببینم. آقای دکتر، عمرش به دنیا هست؟ بله، بله، چرا که نباشه؟ تبریک میگم. تبریک؟ ببخشید. بله. بله. اینجا آنتن نمیده، باید بید بیرون. میشه تو بشه. دکتر جواب آزمایش هم چطوره؟ انشالله که قدمش براتون مبارک باشه. خیلی من. قدم کی؟ شما بارداری؟